شما چه پزشک باشید، جراح، جراح بزرگ، چه مهندس باشید، چه نمیدونم تحصیل کرده خلاصه باشید و در رده های بالای تحصیلی الان مشغول کار باشید، یا کسب و کار عادی داشته باشید، انسان نازنین عادی باشید، حالا 50-60 سال داشته باشید، این تلفنتون، اسمارت فون که ازش استفاده میکنید، اگر گاهی دچار اشکال بشه، اشکال تکنیکی که نمیتونید درستش بکنید، بدون شک به یک فرزند حدود 10 ساله میتونید مراجعه کنید، کار شما رو حل میکنه. فرزند زیر 10 سال، بالای 10 سال میتونه فرزند خودتون باشه، نوه شما باشه و و و. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانه امروز عوض شده، آخر الزمان آمد و یک زمان جدیدی آغاز شده. این زمان تکنولوژی نوین و جدید هست. خب با این زمان جدید شما اگر افکارتون رو، هر چند تحصیل کرده هم هستید، عوض نکنید، تغییر ندید، متحول نشید، مثل اون بچه خردسال نشید، کار شما که خراب هست، هیچ، کار مملکت هم خرابه. همچنان که الان سالهاست فرزندان ما مثل قدیم دارن از دست میرن و شما پیرپاتالها چوربختانه با اونها نمیتونید همراهی کنید. این آهوی دریایی آخرین نبود و نخواهد بود. از شجاعت، سلحشوری، دلاوری و از چی بگم؟ به قول پادشاه، اکثریت خاموش، بیشرف هایی که چه اسمهایی دارن، چه رسمهایی دارن، ولی حتی از فرزندان خودشون دفاع نمی کنن. تا این 45 سال حدود 150 هزار نفر رو نظام اسلامی حاکم یا کشته، زندانی، شکنجه از بین برده، به جنگ و اینا کار ندارن. 150 هزار نفر خانواده هاشون میشن 5-6 میلیون نفر. همین خانواده هایی میمدن، خمینی اینو برای دیگران گفت، من برای شما میگم، یه توف مینداختن این نظام رو سیل میبرد. پس امروز آماده باشید که یک تحول بزرگی بیافرید. حالا امروز ما داریم براتون فیلم رو از منطقه از پاریس میگیریم که منطقه دانشگاهی و اون یکی پانتئون بود که بزرگان و فلاسفه بزرگ فرانسه اینجا دفن شدن. این دانشگاه سوربن هست پشت من. شما میدونید که بزرگترین دانشگاه جهان را اولین بار شما ساختید، ایرانی. بچه ها الان در فیلم های یک دقیقه اینها رو برای شما به نمایش میگذارن، تاریخ ایران رو. این یک دقیقه رو خیلی گوش کنید. شما دانشگاه پزشکی در مصر ساختید. در مصر رفتید دانشگاه پزشکی ساختید، نه اینکه پزشک بفرستید. جراحی مغز میکردید 7000 سال پیش، شراب میساختید 7000 سال پیش. اینها در کتاب آیین اوستا تشریح شده. خب چطور شده که امروز ما اینقدر بدبخت و بیچاره و زمین‌گیر شدیم؟ دلیلش رو من به شما میگم. دلیلش اینه که عزیزان و مهربان یاران گرامی، دلیلش اینه که ما هنوز ذهنیتمون دنبال خرافات تازیان هست. خرافاتی که تازیان در ذهن ما گذاشتن رو من امروز یک نمونه شو بهتون میگم. یکیش اینه که الحمدلله، شکرن لله، انشاء الله. وای صبر اومد، من وایسم دیگه نرم برنامه رو، صبر اومد. از این مزخرف هاست تا بخواید فراوون فراوون عزیزان من داریم. حالا من یک نمونه میخوام از یه شخصیت بهتون بگم که شما خوب میشناسینش، عزیز ماست و این پشت سر من که در همین منطقه پانتئون و دانشگاه سوربن هست، شهرداری پاریس هست. در اینجا من بایش خاطره دارم. یک شب اومدیم اینجا، اون شخصیت نازنین کسی نیست جز شاهزاده شهید علیرضا پهلوی. شما میدونید که علیرضا پهلوی وصیت کرده بود که پیکرش سوزانده بشه. یعنی چه؟
همه عزیزانی که وصیت کردن پیکرشون سوزانده بشه، یعنی ما دیگر مسلمان نیستیم. بعد از اون دیگه متاسفانه 5 سال پیش علی رضا که دیگه نمیدونم، ولی نازنین اینقدر بچه باهوش، جوان باهوش و شوخ و علاقه ای که به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران داشت که درس خیلی خوبی در پرینستون خوند و بعد رفت هاروارد که مطالعات ایران پیش از اسلام و تاریخ گذشته بود. علی رضا موقع که از ایران آمد بیرون، پرچم ایران رو در چمدونش آورد که جوان بچه ای بود دیگه نمیدونم، ولی حالا این مطلب رو کی نوشته بود؟ آیا همون شب نوشته بود؟ آیا قبلا که خواست که بسوزوننش و بعد خاکسترش رو بریزن به در بحر خزر؟ پشت کردیم. من از شهبانو بارها سپاسگزاری کردم که این وصیت دوست نازنین من، شهریار آزاده، شاهزاده شهید علی رضا پهلوی رو عمل کردن و پیکرش رو سوزوندن. حالا ما اینجا که بودیم، در طی راه نمیدونم برگشت بود یا وقتی میومدیم یا داخل، یه خاطره ای رو شاهزاده علی رضا پهلوی برای من تعریف کرد که دل من تا الان میسوزه. گفت که یک روز ما بچه ها داشتیم بازی میکردیم و لیلا که کوچکتر بود یک حادثه ای براش پیش اومد، مثلا مثل که تو آب بودن، جایی بودن، یه حادثه ای براش پیش اومد، یه اون داد و فریاد و گریه و من فوری رفتم نجاتش دادم از اون مخمصه‌ای که بود. نمیخوام وارد ریز کار بشم و این رو با بغل کردم، با اینکه کوچیکم بودم به سختی آوردم از اونجا دورش کردم. زودتر از هر کسی اون روز مادر بزرگم تو خانه ما مهمان بود اومد و بقیه ریختن و خلاصه لیلا رو بردن و آرامش و و و و و که مدرسه میرفت شیطون بود، یه شیطونیایی میکرد. مثلا یادم یه دفعه توپ فوتبال مدرسه رو سوراخ کرده بود، بعد یه دادگاه مدرسه درست کردن که تنبیهش کنن. بهش گفتن چرا این کاری کردی؟ گفتش که به من نگفته بود نکنم. یا نمیدونم تو ماشین سوار میشدیم بعضی وقتا در رو باز میکردی، یا اینکه نمیخواست بری تو ماشین میرفت بالای ماشین، این گاردام نمیتونستم بگیرنش. گفت من همینطور وایستاده بودم که یه کسی بیاد منو ببوسه، از من تشکر و سپاسگزاری بکنه که خواهرم نجات دادم. گفت ولی یک فکر خیلی کوچیک بچگانه بود که یک ثانیه اومد در ذهن من رو رفت، به کارم پرداخته. گفت روز جمعه که رسید، یک مناسبت مذهبی هم بود، دیدم ما پیش مادر بزرگ دعوتیم، فریده خانم دیبا قطبی، قطب بزرگ تشیع. میگه ما رفتیم اونجا مهمانی و دیدیم سفره ابوالفضل رو از اینجور حرفا که میزنن و ایناست و شعله زرد و از اینجور چیزا و اینها، و مادر بزرگ میگفت آره لیلا هم اونجا بود، دستش گرفته بود و میگفت برای دخترم اتفاقی افتاده بود، خدا نجاتش داد و من این سفره رو امروز، این مهمانی رو امروز برای این دادم که از خدا سپاسگزار باشم، شکر خدا رو به جای بیارم و بقیه. علیرضا میگه من هی وایستادم، هی دور مامان بزرگ چرخیدم، هی دور لیلا چرخیدم، هی اون ور رفتم، هی این ور رفتم که بیاد منو بگه که این علیرضا رفته نجات داده لیلا رو. گفتم اصلاً اسم من کسی نیاورد. گفت سیاوش اوستا اونجا بود وقتی من کتابای تو رو میخوندم، نخستین تلنگری که اون سالها تو ذهنم بود برام تکرار شد که چرا به جایی که از من سپاسگزاری میکنن از الله سپاسگزاری میکنن، و اونجا بود که من برای شهر دادم که الله هم خدا نیست، الاله بت بزرگ تازیان و قبیله قریش هست، هیچ ربطی به خدا نداره. این یک نمونه از سپاسگزاری از بوت تازی کردن به جای سواد. حالا بچه های شما اینا رو نمیشناسی، این حرفا رو، صفر اول فضل و الحمدلله و صبر اومد و انشاءالله رو نمیشناسی. شما باید پیرو این نسل و بچه ها بشید. این بچه های همین دانشجویانی هستن که الان نگاه کنید، این بچه هایی که شما رو زمین میبینید اینجا نشستن، اینا همه دانشجو هستن. ببینید چقدر سادن.
نه آیفونش رو میخواد به کسی نشون بده، نه ماشین آخرین سیستمش رو چوسی بده به کسی نشون بده و لباساش رو. اینا همه بچه هایی که اینجا نشستن تو این دانشگاه سوربن درس میخونن و همشون بچه هایی هستن که یا شبا کار میکنن یا پدر مادرشون اینقدر امکانات مالی بالایی داره که بهتر خونه رو برشون گرفته، ولی ظهر که میشه میان اینجا تو کوچه میشینن، تو خیابون میشینن، نهارشون رو میخورن، یه ساندویچ یه چیزی، و اینها هستن که فردا این جامعه آزاد رو میسازن. این جامعه ای که امروز خیلی از این بزرگانی که شما در تاریخ معاصرتون میبینید از ایرانیان هستن عزیزان من، ایرانی هستن. میدونید که در کنار ایلون ماسک چند ایرانی است که بزرگترین طرح‌ها و پروژه رو بهش داده؟ خبر دارین؟ اینو نداره. حالا نکته دیگه همین صبر اومده. آقا طرف میخواد یه کار مهمی انجام بده، داره یه کار مهمی رو در مسیرشه که انجام بده. آقا صبر اومد، حالا خدا نخواست وای ستما گفتم که انشالله، الله نخواست، الله بوت تازی به هیچ یک از موارد زندگی شما کاری نداره. مثل فرزندانتون بشید، مثل بچه هاتون بشید، این تعارفات و خرافات تازی رو تا کنار نگذارید، آزادی نمیاد عزیزان من. خب مهربانیاران گرامی، آرزو دارم که همیشه شاد و خوش و تندرست باشید و بیاندیشید که میلیاردها اگر گالکسی در هستی وجود داره، بیگ بانگ بوده، هر چی بوده، همه اینا سر جای خودش، اهورامزدا جای خودشه. تمام از اهورامزدا اومدی پایین، هر کی به اسم و حرف زده دروغ و شارلاتانیسمه، اونم گفته با عقلت کار کن. گفته که به نام خداوند جان و خرد، جان همون روانه نه، و خرد، با خرد باید زندگی کرد. خرافات رو بذارید بریزید دور، حتی اگر سازمانهای عرب و غرب، تشکیلات روم، سلوه روم، آیای 1 تا 5 میخوان شما رو صدها سال نابود کنن، تشکیلات میسازن، شما کار تشکیلاتی نمی کنید، نمیدونید کار حزبی، اصلا نمیفهمی یه رو کار حزبی یعنی چی. ما داریم میگیم آقا سعادت تازی تشکیل، اصلا نمیفهمی یعنی چی، چون کار حزبی هم نکردید. کار حزبی باید بکنید تا بفهمید تشکیلات یعنی چی، حزب یعنی چی، دروغ گفتن بهتون، خرتون کردن، قربون صدقتون شدن، آقای دکتر، آقای مهندس بزرگتون کردن. باید تشکیلات رو بشناسید، کار تشکیلاتی بکنید تا گول نخورید، هر دم دارید گول میخورید. نه ببخشید جنایتکار رو، مثل محمود فرخ سرودش دوباره گوش کنید، برید شعراشو بخونید، نه ببخشید و نه فراموش کنید. جنایتکار بایستی پادفره خودشو بده، جنایتکار رو نمیشه، جرم مرتکب شده میره دادگاه، یا زندانی میشه یا فلان میشه یا محکوم به اعدام، جرمه، نمیبخشیم، نکنن تو کلتون، ما میبخشیم. رهبران رو به پایینا کاری نداریم. سپاسگزار هستم از برادرم مهندس امیر شجره، از بانوی مهربان خواهرم مرجان جان عزیز، و سپاسگزار کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.